سلام، انتخاب رشته یه بحث خیلی مفصله. به واسطه شغلم با افراد خیلی زیادی تعامل داشتم که به شدت پشیمون بودن از رشته‌ای که خوندن، خیلی موفق بودن اما توی کار دیگه، و از اون طرف آدمایی که میگفتن این رشته مسیر زندگی منو عوض کرد. تو این ویدیو که احتمالاً یه خورده جنجالیه، احتمالاً خیلی از مشاورای تحصیلی میخوان به من فحش بدن بعدش، یا خیلی از والدین بگن که نمیخواد به حرفای این گوش بکنی، میخوایم راجع به انتخاب رشته صحبت بکنیم و امیدوارم صحبتایی که میشنوین کمک کنه که بتونید مسیر زندگیتون رو بهتر پیش ببرید. خب بحث انتخاب رشته، انتخاب مسیر زندگی کلا یه بحث خیلی مفصلیه و خیلی این سوال از من میپرسن، میگن آقای بهرامپور ما چی بخونیم؟ و من میخوام بگم این سوال دقیقاً مثل این میمونه که یه نفر بره تو خیابون و بگه که ببخشید آقا من کجا برم؟ بعد میگن که خب هدفت کجاست؟ میخوای به کجا برسی که من بهت بگم از کدوم راه بری؟ میگی نه کلا بگو کدوم راه بهتره برم. بعد شخص اینجوری نگاه میکنه، دست رو میبره رو به آسمون، دعا میکنه براتون، میگه خدا شفاعت بده. دقیقاً این سوال برای بقیه هم همینطور هست تو بحث انتخاب رشته. یعنی اگر شما بگید آقا من چی بخونم چی خوبه، میگن این سوال بسیار سوال غلطیه. شما باید ببینی میخوای به کجا برسی. مثلا اگر من پزشکی بخونم به فرض اینکه بتونم قبول بشم و همه این داستانا، یک حماقت بزرگ برای من، چون من از خون میترسم، پس اصلا نباید برم سمتش، ضمن علاقه‌ای هم ندارم. یا اگه من برم مکانیک بخونم، دارم نگاه میکنم انتهاش چیه، میخوام به کجا برسم، اصلا انتها رو دوست ندارم، پس من اصلا نباید برم سراغ مکانیک. بنابراین خیلی مهمه که من اول هدفمو مشخص کنم بعد انتخاب رشته کنم. حالا ممکنه بپرسید بگید که آقا از کجا هدفمون رو پیدا بکنیم؟ خب من یه سمینار رایگان مفصل دارم، حتما اون رو نگاه بکنید. چطوری؟ فقط کافی برین توی اینترنت سرچ بکنید سمینار هدف گذاری بهرامپور، یه بهرامپورم بنویسید و بعد خیلی ساده اولین نتیجه‌ای که میاد این سمینار هدف گذاری، میتونید فیلمش رو دانلود بکنید به رایگان و لذتش رو ببرید. ببینید 2 ساعت کامل راجع به هدف گذاری صحبت کردم و میتونید رایگان این فیلم رو دانلود بکنید، به فایلاش دسترسی داشته باشید و کیفش رو ببرید و اینجا دسترسی رایگان به فایل ها رو مشاهده میکنید. پس اولین نکته اینه که شما باید هدفتون رو تو زندگی پیدا کنید. میخواین به کجا برسین؟ چرا من باید این رشته رو بخونم؟ علاقه بندی های من چی هستش؟ اولویت های زندگی من چی هستش؟ اگر شما هدفتون رو مشخص نکنید، انتخاب رشته خیلی بی معنیه. فرقی نمیکنه این رشته بریم یا اون رشته وقتی نمیدونیم میخوایم به کجا برسیم. پس نکته اول این شد که ما هدف داشته باشیم. نکته دوم، آقا استعداد بهتره یا علاقه یا بازار کار؟ بر اساس کدوم انتخاب بکنیم؟ میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم. اولا بیایم علاقه رو با هم شفاف کنیم. خیلی میگن آقا من این رشته رو دوست دارم. بزنین براتون یه مثال بزنم. من همسرم رو دوست دارم ولی وقتی مریض میشه میفرستمش خونه مامانشینا، ولی وقتی که حال و حوصله نداره من اصلا کاری به کارش ندارم، وقتی که به من نیاز داره یه مقدار مریضه و اینها من ازش دور میشم، زمانی که دلش گرفته میگم هر موقع حالت خوب شد بیا سراغ من. آیا میتونید بگید که بهرامپور زنشو دوست داره؟ بعید میدونم. میگید بابا این چه ارتباطی با همسرشه، فقط موقع خوشخوشون با همن، وگرنه به محض اینکه شرطی خورده سخت میشه اون ولش میکنه. رشتم همینطوره. شما زمانی میتونید بگید که رشته رو دوست دارید که سختی های اون رشته رو هم دوست داشته باشید. یعنی نمیتونم بگم که من عاشق فلان رشته ام ولی اینو 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 اینش رو دوست ندارم. خب عزیزم این که نشد علاقه. علاقه یعنی حاضر باشی سختی هم براش بکشی. پس این نکته خیلی مهمی هستش. علاقه یعنی که من حاضر باشم سختی بکشم. حالا اینجا کلمه میاد به اسم استعداد. آقا من استعدادم تو این رشته خوبه. خب استعداد اگر داشته باشی اما علاقه نداشته باشی چی کار میکنی؟ درس میخونی؟ نه. تمرین میکنی؟ نه. وقت میذاری؟ نه. بنابراین علاقه خیلی مهمه. اما اگه علاقه داشته باشی استعداد رو در خودت میسازی. ببینید این حرفی که من دارم میزنم به عنوان دانشجوی نوروساینس از دانشگاه کینگز کالج لندن، 25مین دانشگاه برتر دنیاست و من دانشجوی علوم اعصاب اونجا هستم. این یه طرف، یه عالمه مطالعات و پژوهش ها در رابطه با مغز، یعنی رشته تحصیل من مغز دیگه. مغز ما میتونه استعداد رو بسازه. اگه شما استعداد یه چیزی رو داری ولی از اون چیز خوشت نمیاد و لذت نمیبری ازش، نرو سراغش، به خاطر اینکه وقت نمیذاری و سرخورده میشی. من دوستای پزشک زیادی دارم که متنفرن از پزشک بودنشون، رتبه خوبی هم کسب کرده، کارش هم خوب بلده، اما از زندگیش راضی نیست. و سوال سوم، خب علاقه، استعداد، بازار کار چی؟ یه سوال، تا حالا مهندس عمران بیکار دیدین یا نه؟ پاسخ قطعا اینه، بله دیدیم. تا حالا پزشکی دیدین که مشکل درآمدی جدی داشته باشه؟ بله. تا حالا متخصص پزشکی دیدین که به نسبت بقیه درآمد بسیار کمتری داشته باشه به نسبت بقیه پزشکا؟ من دیدم، چون اصلا کار نمیکنه. به نظر من بیش از اون که مهم باشه شما چی میخونید، مهم این هستش که مهارت‌های بیزینس کردن رو بلدین یا نه. رشته‌ای که من کارشناسی خوندم تکنولوژی آموزشی بوده. خب از نظر خیلی این رشته احمقانه است. البته این انتخاب یک من بود و کاملا آگاهانه رفتم سراغ این رشته. هیچ کدوم از همکلاسیام چنین حالتی رو نداشتن. من رفتم تکنولوژی آموزشی خوندم تو دانشگاه سراسری. رتبه‌م 2300 شدش در کنکور. و دوست داشتم این رشته رو انتخاب کردم به عنوان اولین رشته‌ای که می‌خواستم. که حالا اون سال تازه کلی سیستما تغییر کرد و اینها، من پسرونه و دخترونه زمان ما جدا شد و یه سری دانشگاه ممنوع شد و اینا، خلاصه دانشگاهی که می‌خواستم نشد، اما بد نبود. یعنی سال پیش با رتبه مثلا 4000 هم میتونست شخص بره دانشگاه تهران علوم تربیتی بخونه، اما من با رتبه 2300 اون سال نتونستم. چرا میخوام اینو بهتون بگم؟ اینو میخوام بگم تو رشته من همه میگن بازار کاری وجود نداره، اما من الان به عنوان کارآفرین 80 نفر کارمند دارم چند صد میلیون ماهانه حقوق پرداخت میکنم از همون رشته‌ای که خیلیا منتظرن بتونن یه شغل منشی چیزی پیدا کنن برن یه جا منشی بشن. میگن آخه تکنولوژی آموزشی هم که، یا توی بحث عمران نگاه میکنیم که میگن آقا بازار ساخت و ساز خرابه، 27 سالشه، بعد یه 24 ساله نگاه میکنیم داره جا کار میکنه، بلافاصله اون 27 ساله میگن این آشنا داره. و من خیلیا رو میشناسم که آشنا ندارن، عرضه دارن. حالا این عرضه یعنی چی؟ یعنی مهارت‌های بیزینس و کسب و کار. بسیاری از افراد این مهارت رو ندارن. شما این مهارت رو نداشته باشی هیچ جا امکان نداره بتونی موفق شی. باید بلد باشی پول در بیاری. دانش اون رشته یه چیز دیگه است، پول در آوردن یه چیز دیگه است. یک نفر میاد مثلا یه رشته میخونه، یه رشته ورزشی، بعد نگاه میکنیم میبینیم هیئت علمی مثلا یه دانشگاه میشه و چند میلیون تومن حقوق میگیره و تمام، در بهترین حالت و سختترین حالتش. یکی دیگه نگاه میکنیم میبینیم که یه دونه لیسانس تربیت بدنی گرفته و یه باشگاه رو انداخته و تبلیغات خوب، ایده های جدید تو باشه و درآمد بسیار عالی. پس بازار یعنی عرضه بیزینسی شما، نه لزوما اون رشته. آقا فلان چیز اشباع شده. یه سوال، رستوران و فست فود اشباع شده؟ الان تو هر خیابون چند تا میبینیم، پر شده، دل پر شده. ولی اگه تو حرف بیزینسی جدید داشته باشی، تبلیغات درست انجام بدی، قطعاً جواب میده. پس بین علاقه، استعداد و بازار به نظر من علاقه رو انتخاب کنید، منتها علاقه واقعی، نه اینکه بگید من اینو دوست دارم ولی سختیاشو حاضر نباشید تحمل کنید. سختی‌هاش هم تحمل کنید. من اگه نوروساینس میخونم حالم از شیمی به هم میخوره، اما درسای شیمیش هم مجبورم بخونم چون علاقه دارم بهش. مجموعاً حاضرم بدی‌ها و سختی‌هاش رو هم تحمل کنم. پس بین استعداد و علاقه و بازار من میگم حتما علاقه، و اون نگرانی بازار رو حتما پیشنهاد میکنم که با این دید بهش نگاه بکنید که من باید مهارت‌های کسب درآمد رو یاد بگیرم. مورد بعدی، لطفاً هیچ وقت از یه نفر مشورت نگیرید. با آدم‌های مختلف مشورت کنید. فقط حرف من پیام بهرامپور رو لطفاً نشنوید و برید سراغ آدم‌های مختلف، ایتهای مختلف نگاه کنید. جاهای مختلف. یک نفر نمیتونه بهتون راهنمایی کنه، چون یک نفر از دید خودش به دنیا نگاه میکنه با خطاهای شناختی خودش. من یه سری خطاها تو ذهنمه مثل هر انسان دیگری. پدر و مادر من یه خطاهای دیگری دارن، معلم من خطای دیگری داره، استاد من خطای دیگری، و هر کی با ذهنیت خودش نگاه میکنه به این موضوع. پس هیچ وقت به یک نفر یا چند نفر بسنده نکنید، برید سراغ آدم‌های مختلف و این نکته خیلی بهتون کمک میکنه. و بسیاری از افراد وقتی میخوان راجع به یه رشته بدونن، مثلا میخوام ببینم آقا زبان خوندن خوبه، مثال میرم سراغ کی؟ میرم ببینم که مثلا چون دختر خاله‌ام پسر خاله‌ام زبان خونده یا نه، میرم اونجا میگم که سلام ببین زبان خوبه من برم بخونم. بعد نگاه میکنم ببینم با زندگی و شغلش چیکار کرده، هیچی، خانه‌داره یا یه جا منشیه یا یه جا اصلا یه کار دیگه رفته تو شرکت اون یکی عمو داره مثلا کار میکنه فلان، هیچ. من چرا باید از این آدم بپرسم این رشته چطوره؟ مثل این میمونه که یک موبایل خیلی خفن و با تکنولوژی عجیب و غریب بدی دست یه موجودی که اصلا تا حالا موبایل دستش نگرفته، بدی دست مثلا چون لاک پشت، بعد بگی لاک پشت نظرت چیه؟ خب این اصلا استفاده نکرده. مثل این میمونه که من موبایلم بدم دست جدم، جد من تا حالا موبایل دستش نگرفته بود، مگه اون میتونه استفاده کنه؟ و بعد میگم خب حالا بگو موبایل چطور بود؟ خب اون نتونسته استفاده کنه. من باید از کسی بپرسم که از این نتیجه گرفته. بنابراین برین سراغ آدمای موفق اون رشته، نه آدمای درب و داغون اون رشته که ببینید که کدوم رشته رو انتخاب بکنیم. پس آدم حسابی ها رو پیدا بکنید و میبینید اونا چه دریچه هایی به روی شما باز خواهند کرد. سوال بعدی که خیلی ها میپرسن اینه: آقا دانشگاه مهمتره یا رشته؟ یعنی من اگه میتونم دانشگاه خوبی مثل دانشگاه تهران قبول شم، یه رشته‌ای که دوست ندارم و معمولیه بهتره، یا اینکه برم رشته‌ای که دوست دارم، مثلا یه دانشگاهی که رنک پایینتری داره، رتبه پایینتری داره؟ جواب منو میخواین بدونید؟ نظر شخصی مینه، بلا شک رشته مهمتره. به خاطر اینکه شما وقتی برید توی دانشگاه، اولا تصورتونید که محیط خوب، شرایط خوب و اینا، بعد میرید دانشگاه میبینید محیط خوب و شرایط خوب خیلی خبری نیستش، دانشگاه خوبمون هم پر از اعتراض و چیزاست و اینجور بحثاست که بگذریم ازش. دانشگاه مختلفی هم سراسری تو ایران خوندم، هم آزاد خوندم، هم و خارج از ایران دانشگاهی مختلف، دانشگاهی مدل سراسری که دانشگاه خیلی خوب و با کیفیتی بودن، کشورهای مختلف رفتم، ثبت نام کردم، تحصیلاتمو ول کردم، یه سری جاها ادامه دادم و خیلی خوب این محیط رو فکر میکنم تجربه کردم و دید جالبی دارم و منم مؤسسه مشاوره ندارم که بخوام بهتون مشاوره بدم، فقط دارم تجربیاتو میگم چون خیلی زیاد بهمون پیغام دادین و سوال پرسیدین، بنابراین صحبت منو بشنوید و ببینید یه تصمیم میتونید بگیرید یا نه. و احتمال میدم همین الان برخی از مشاورا، برخی از والدین میگن این چی میگه، ما میخوایم بچه‌مون بره دانشگاه تهران، این چرا داره فلان کارو میکنه. امیدوارم همه منطقی ترین تصمیمو بگیریم، نه تصمیمی که دوست داریم. خب برگردیم سراغ این سوال: دانشگاه بهتره یا رشته؟ من میگم هدفتون چیه؟ هدف شما این هستش که برید یک جای خوب یا برید جایی که دلتون میخواد. این خیلی نکته مهمیه. مثلا من میتونم نه، سال 96 بود، اقامت اتریش رو داشتم با یه پول خیلی زیاد به یورو، میتونستم تو بانک داشتم، خیلی راحت میتونستم برم سالهای سال زندگی کنم با همسرم، خیلی راحت، هیچ مسئله نداشتم، تحصیلاتم هم تازه رایگان بود. اما برگشتم ایران و خوشحالم از این تصمیمم و اگه برگردم عقب دوباره کماکان همین کار رو انجام خواهم داد. چرا؟ به خاطر اینکه من مسیرم مشخص بود، من میدونستم میخوام چیکار کنم، به چه دلیل اونجا رو نخوندم و دلایل شخصی خودم به شما هم کمکی نمیکنه احتمالا، اما آگاهانه. ولی همون من سال بعدش رفتم دانشگاه نئومای فرانسه به صورت نیمه حضوری درس خوندم، EMBA هم رو گرفتم و الانم دانشجوی کینگز کالج لندن هستم و دارم نوروساینس میخونم به صورت غیر حضوری در مقطع ارشد. اینا رو چرا دارم میگم؟ میخوام بگم این که من میخوام به کجا برسم خیلی مهمه، که فقط به دانشگاه نگاه کنیم یه خود خنده داره. من برم یه چیزی که اصلا دوست ندارم، برام معنی نداره، فایده نداره بخونم که دانشگاه خوبیه، که چی بشه 4 سال بعد من کجام؟ فارغ التحصیل رشته‌ای که ازش بدم میاد در یک دانشگاه خوب. و بعد شما اسم دانشگاه تا کی میخوای با خودت یدک بکشی؟ از یه جایی به بعد دیگه چیزای دیگه نیاز داری. بنابراین نظر شخصی من اینه که خیلی هم بین دانشگاه و رشته دنبال دانشگاه نباشید. مورد بعدی بحث کسانی هستن که مشاوره بهتون میدن. الان تا دلتون بخواد مشاور وجود داره، خدا خیرشون بده، خیلی هاشون خوبن و خیلی هاشون نه، مهارت کافی ندارن. بعضیا هستن، بعضی از مشاورا، این عزیزان فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، از مدرسه و رفتن دانشگاه، از همون ترم اول مدرسهشون اینا رو گرفته به عنوان مشاور و اینا هیچ مسیری جز مدرسه ندیدن، یعنی از مدرسه دوباره برگشتن مدرسه، در محیط کار نبودن، در بازار کار نبودن، تهش یه مدت دانشجویی رو تجربه کردن. برخی از مشاورا اینطوریان، یعنی اصلا رنگ بازار کار رو ندیدن، تا حالا یه حقوق بجز از مدرسه دریافت نکردن و اینا چطوری میخوان به شما مشاوره شغلی بدن که بر اساس اون بخوای رشته‌شو انتخاب بکنه و درآمد اینا چقدره که اون بخواد به شما کمک بکنه؟ برخی از این عزیزان رو عرض میکنم. یه قشته دیگه هستن مشاورای مجرب، بیزینسمن موفق، کلی تجربه دارن، کلی کارهای بزرگ کردن، دمشون هم گرم، ولی مراقب باشید بعضی از اینا فقط براشون مهمه که توی رزومهشون بنویسن امسال هم 2850 نفر دانشگاه تهران قبولی دادیم، انقدر نفر شریف قبولی دادیم، و اونا بیشتر رزومه خودشون براشون مهمه، نه رسالت شما، نه معنی زندگی شما. من تقریبا میرفتم پیش هر مشاور تحصیلی و میگفتم که من با این رتبه مثلا اینو میتونم قبول شم، حقوق آزاد میتونم قبول شم، این کارو میتونم بکنم، اون کارو بکنم. کسی به من نمیگفتش برو تکنولوژی آموزشی بخون، به خاطر اینکه اصلا نمیدونست محیط کارش چیه و شرایطش چیه. یه خورده مراقب این داستان باشید و حواستون باشه راهنمایی اشتباه بهتون نکنن. و من بیشتر تو این ویدیو سعی میکنم براتون سوالای خوبی ایجاد کنم که بشینید فکر کنید و آنالیز بکنید. سوال بعدی: شهرستان یا تهران؟ خیلی بستگی داره. شما کی هستید؟ چه فرصت‌هایی داشتید؟ من خیلی‌ها دیدم از تهران رفتن شهرهای دیگه یا برعکس از شهرهای دیگه اومدن تهران فرقی نمیکنه. مثال مبدا و مقصد رو فقط عرض میکنم و میبینم که برای بعضی خیلی خوب بوده، برای بعضی خیلی بد. آدمای لوسی رو دیدم که تبدیل شدن به آدمای یه خورده مستقل‌تر و جدی‌تر، و از اون طرف آدمایی رو دیدم که خیلی فضای بی‌بند و باری رو انتخاب کردن. خوبی‌ها و بدی‌های خودش رو داره و خیلی بستگی داره. مثلا من اگر مثلا حساسم به هوای گرم، بعد پاشم برم مثلا یه جای شرجی و گرم و اینا، خب طبیعتاً اذیت میشم. و خیلی مسائل دیگه. اگر می‌بینم دائما خانواده من نگرانن، یه چالش دیگه است. بنابراین مسئله خیلی خیلی شخصی هستش و نمیشه به این سادگی پاسخ داد که کدوم گزینه بهتر هستش. باید روش تصمیم گیری که میخوام در نکته بعدی بهتون بگم رو بهش دقت بکنید. خب حالا میریم سراغ روش تصمیم گیری. ببینید هیچ جواب قطعی واسه تصمیم وجود نداره. هیچ وقت شما نمیدونید واقعا چه اتفاقی میفته. با خوشحالی میان یه رشته رو انتخاب میکنید، میرید یه دانشگاه، استادارم دیدین اصلا همه عالی، یه مرتبه میزنن کل هیئت علمی رو اخراج میکنن. چیز عجیبیه تو کشور ما؟ نه. یا چه میدونم فلان اتفاق میفته، یه قانون جدید میزنن، یه چیزی میشه. خلاصه این داستانا تو کشور ما چیز عجیبی نیستش دیگه. اما من چطوری باید تصمیم بگیرم وقتی که اینقدر عدم قطعیت وجود داره؟ خیلی ساده. یه حرف انگلیسی خوشگله به نام تی. حرف تی انگلیسی رو می نویسید روی کاغذ. کاغذ رو دو قسمت تقسیم میکنه. این طرف می نویسید مزایا، این طرف می نویسید معایب. یعنی خیلی ساده. من یه دونه کاغذ برمیدارم، یعنی الان این کاغذ. و بعد این کاغذ رو میام نصف میکنم. این طرف می نویسم مزایای رشته حقوق مثلا، این طرف معایب رشته حقوق. مزیتاش چیه؟ خب دوستش دارم. 2 درآمد خوبی داره. 3 چون عموم وکیله من میتونم کارآموزی رو مثلا برم فلانجا پیش خودش. 4 خوبیاشو مینویسم. حالا اون طرف بدیهاشو مینویسم. 1 عربی داره، من عربی خوشم نمیاد مثلا. 2 بعدش باید دوباره آزمون پروانه وکالت رو بخونم، خیلی سخته. 3 نمیدونم یه مقدار موضوعاتش جرم و جنایت و قتل و ایناست. 4 شروع میکنم خوبی ها و بدی ها رو نوشتن. و بنویسید، نه که تو ذهنتون باشه، بنویسید. وقتی مینویسید موضوع براتون شفاف میشه و خیلی بهتر میتونید دید به دست بیارید و این میتونه خیلی خیلی بهتون کمک بکنه. پس بنویسید، برای هر رشته یک جدول تی بکشید، جداگونه اینا رو با هم بررسی کنید، با آدمای مختلف مشورت کنید، ولی ته شما باید تصمیم بگیرید، نه کس دیگه. مورد بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنیم بحث بازار کاره. میخوام یه خورده بیشتر بازش کنم. ببینید خیلی‌ها میگن آقا برو فلان چیزو بخون الان بازارش خوبه. مثلا یه نفر میگه آقا برو مکانیک بخون، مثلا قدیما خیلی مد بود دیگه، مکانیک بخون، الکترونیک بخون، خوبه. ببینید یه چیزی رو متاسفانه بزرگترها متوجه نشدن. چیزی که الان بازارش خوبه وقتی شما فارغ التحصیل میشی بازارش خوب نیست. به خاطر اینکه خیلی از شما زرنگ‌ترها سال‌های قبل بچه‌شون گفتن برو اینو بخون. ببینید یه داستان خیلی ساده است. یه روستایی رو تصور کنید، همه توش سیب زمینی میکارن. سال بعد وقتی موقع برداشت میشه، سال بعد که نه، موقع برداشت که میشه، سیب زمینی اونجا گرونه یا ارزون؟ باریکلا ارزونه. پیاز چطور؟ پیاز گرونه. سال بعد همه کشاورزا میگن او پیاز بهتره، همشون میرن پیاز میکارن. اون سال پیاز ارزون میشه و سیب زمینی گرون میشه. بنابراین اینکه الان چطوره اقدام سال بعد منو مشخص نمیکنه. اینکه سال بعد چطور خواهد بود مهمه. و این نکته خیلی کلیدیه. زمانی که شما وارد بازار کار به صورت جدی میخواین بشین از الان تقریبا 6 سال دیگه است. یعنی شما 4 سال لیسانس میخونید اگر بخواین فوق لیسانس بخونید، و یا اینکه 2 سال تا بیاین خودتون رو تو بازار پیدا بکنید، کارآموزی و فلان اینا. 4 تا 6 سال دیگه میخواین وارد بازار کار جدی بشید. من شدیداً پیشنهاد میکنم در دوران دانشجویی از همون لحظه اول مشغول کار بشید. شدیداً، چون به شما رشد بسیار زیادی میده. بازارها رو میبینید، فضا رو میبینید و حتما حتی شده رایگان برید و کار بکنید. خیلی موثره، خیلی موثره، حد نداره. شما رو واقعا رشد میده و بزرگ میکنه. اما اون شغل واقعی شما مال 6 سال دیگه است حداقل. اون رشته که الان دارید میخونید وقتی میخواید براش بعدن کار بکنید میشه 6 سال دیگه. چیزی که الان جواب داره میده 6 سال دیگه میدونید چه اتفاقی واسه اون بازار میفته. بنابراین خیلی مطمئن نباشید که آینده شغلی نمیدونم فلان. آقای دانیل پینک جمله قشنگی داره، میگه ما کودکانمون رو برای گذشته خودمون آماده میکنیم، نه آینده خودشون. یعنی من نگاه میکنم اگه من درس میخوندم چی میشد در گذشته، الان زندگی خوبی داشتم. بعد به بچه‌م میگم تو هم اینجوری درس بخون که در آینده درست شی. بابا فرق اینا 60 ساله. گذشته من با آینده بچه‌م دقیقاً فرق 60 ساله. بنابراین انقدر راحت نمیشه راجع به این موضوع صحبت کرد. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم استفاده از استراتژی سه‌گانه هست. یک استراتژی داریم به نام استراتژی سه‌گانه. میگه یک، بهترین حالت رو در نظر بگیر، دو، بدترین حالت رو در نظر بگیر و سه، حالت متوسط. مثلا میگه من میخوام برم رشته X رو بخونم، بهترین حالتش چیه؟ بنویس. حالت بدش چیه؟ بنویس. و حالت متوسط رو بنویس که احتمالا رخ میده، اونم بنویس. وقتی مینویسی خیلی داستان برای شما شفافتر میشه. من ببینید چند بار روی نوشتن تاکید کردم، به خاطر اینکه نوشتن کمک میکنه با خودمون شفاف شیم و خطاهای شناختیمون کمتر بشه. سوال بعدی که میخوام بهش پاسخ بدیم اینه دانشگاه آزاد بخونیم یا سراسری غیر انتفاعی چی؟ ببینید خیلی نکته مهمیه که باز هدف شما چیه. مثلا خیلی براشون مهمه که بتونن از یک دانشگاه خوب پذیرش بگیرن و از ایران برن توی مقطع بعدی. طبیعتاً توی خیلی جاها دانشگاه سراسری نتیجه خیلی بهتری داره. مثال میزنم، یکی از جایی که من رفتم ثبت نام کردم، اقامتش رو داشتم اما ول کردم اونجا رو، اتریش بود. اتریش یه فضای خیلی خوبه، شهر وین، دانشگاه ملی اتریش در حقیقت وین، اونجا من ثبت نام کردم، همه چیو که بود ولی رها کردم و برگشتم. اما نگاه می‌کردم می‌دیدم بچه‌ها که دانشگاه آزاد بودن خیلی پذیرششون سخته، دانشگاه سراسری راحت تره. پس اینو فقط از این جهت گفتم که دو تا چهار تا بکنید و ببینید برنامه شما به چه صورت هست و آزاد بهتره، سراسری بهتره. اما اگر این مسئله نیست احتمالاً رشته مهمتره تا اینکه آزاد بخونید یا سراسری. البته که باید اوضاع مالی خانواده و خیلی چیزا هم در نظر بگیرید. هرچند به نظر من یک دانشجو اگه پول دانشگاهشو از خانواده‌اش میگیره خیلی محل بحثه، خیلی محل بحثه که چرا نباید کار بکنه. من از ترم 2 دانشگاه متأهل بودم، علاوه بر اینکه هزینه تحصیلم با خودم بود، هزینه زندگی یک نفر دیگر رو هم متقبل شدم. نمیدونم حالا چطوریه که بعضیا تا دکتراشون رو بعد مام باباشون پولشون رو بدن. من با این واقعا مشکل دارم و این تو کتم خداییش نمیره. سوال بعدی که سوال خیلی 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 خطرناکیه. آقا بابامون میگه باید پزشکی بخونی و من از پزشکی بدم میاد. مامانم میگه باید مهندس بشی و من از مهندسی بدم میاد. چیکار کنم؟ خیلی سوال سختیه. اولین نکته یادت باشه هر تصمیمی میخوای بگیری حتما یه سری مشکلات داره. ما تصمیم بدون مشکل نداریم. یعنی فکر کنی یه رشته‌ای بخونی اون رشته بهترین رشته دنیاست، نه، چنین رشته‌ای وجود نداره. همه رشته‌ها خوبی‌ها و بدی‌های خودشونو دارن، سختی‌ها و آسونی‌های خودشونو دارن، تلخی‌ها و شیرینی‌های خودشونو دارن. پس هیچ رشته‌ای بهترین رشته نیست، شک نکنید. مثلا من دوستی داشتم که خانواده‌اش همه پزشک، جراح متخصص قلب، مغز و اعصاب فلان اینا و خب اینم باید پزشک میشد دیگه. پزشکی خونده بود، ما ایشون تو سربازی دیدم. خودش عاشق عکاسی بود و رویاش عکاسی بود. حالش از پزشکی به هم می‌خورد. خوب بلد بود، رتبه خوبی هم گرفته بود، دانشگاه خوبی هم قبول شده بود، اما حالش به هم می‌خورد. و اصلا علاقه‌ای به کارش نداشت. خوب بلد بود ولی علاقه‌ای نداشت. حال دلش خوب نبود. من اگه بهش می‌خواستم پیشنهاد بدم میگفتم بله حتما صحبت خانواده‌تو بشنو، باهاشون گفتگو بکن، اما خودت تصمیم بگیر. نه بی احترامی کن، نه پرخاشگری کن، نه گستاخی کن، 100% نه. اما تصمیم توئه و بپذیر تبعاتشو. مثلا اون دوست من زمانی که به حرف خانواده‌اش گوش نکنه و تحصیلاتش رو ببره به سمت اینکه خودش عکاسی بره، خب از نظر خانواده‌اش این دیگه با طرد بشه. طبیعتا خانواده‌اش دیگه واسش ماشین نمیخرن، موبایل نمیخرن، از این کارا نمیکنن. اما فکر میکنم اگه واقعا اینکه واسش یه هدفی مهم باشه بهاشو میپردازه. بله حتما کسب درآمد از عکاسی کار بسیار بسیار سخت‌تری است از پزشکی. اما عکاس‌های ثروتمند کشورمون هم یه نگاه بهشون بندازیم کمن، اما اونایی که بیزینس رو فهمیدن، خوب فهمیدن و خوب درآمدهای خوبی به دست آوردن. فکر میکنم که یه مقدار با دید بازتر میتونیم نگاه کنیم که بله اگه بخوای معمولی باشی معلومه سری رشته‌ها کلا درآمدشون بیشتره. ولی من این ویدیو رو واسه آدمای معمولی ضبط نکردم، آدمایی که خودشون میخوان هدف داشته باشن، یه خورده جدی‌تر به زندگیشون نگاه بکنن. واقعا متاسفم واسه سیستم آموزشیمون که هیچ نکته‌ای راجع به انتخاب رشته، انتخاب هدف زندگی و چیزای مشابه این نگفتن. من یه سمیناری رایگان برگزار کردم به نام سفرنامه 5 کشور. ببینید کافیه کافیه فقط شما به این صفحه توی گوگل بنویسید سفرنامه 5 کشور بهرامپور. این فیلم سمینار میاد و من فنلاند، سوئد، هلند، مالزی و ژاپن کشورهایی بوده که رفتم و از مدارسش بازدید کردم. این سمینارم دوباره رایگان دسترسی دارید و میتونید ازش استفاده کنید، ببینید که سیستم آموزشی اونا چقدر متفاوت هست با سیستم آموزشی ما و فکر می‌کنم دید جالبی داشته باشید. و دو تا نکته پایانی میخوام بگم. یک، یه سری رشته ها رو اصلا لازم نیستش بریم دانشگاهیشو بخونیم، شاید بیرون دانشگاه یاد بگیریم خیلی بهتر. مثلا بعضی میگم کامپیوتر بخونیم، میگم کامپیوتر بخونی چی کار میخوای بکنی تهش؟ چی تو ذهنته؟ میگه خب نرم افزارا و اینا رو یاد میگیریم، خوبه دیگه. میگم قربونت بشم، اینا رو خودت بیرون یاد بگیری به مراتب بهتر. یا مثلا بعضیا میرن زبان میخونن، میگم اون زبانی که تو ذهنته با اون زبانی که تو دانشگاه ادبیات انگلیسی میخونن متفاوته و باید حواست به این داستان باشه. حتما خیلی نکته مهمیه، یه سری رشته ها رو شاید نباید اصلا بری دانشگاه و تو دانشگاه مثلا یه مسیر دیگر رو طی کنی، اما مسیر خودت رو ببری و پیش بری بر این اساس. خیلی نکته مهمیه. نکته یکی مونده به آخرم این هستش، خیلی از ما تصورمون از یه رشته با واقعیتش فرق میکنه. مثلا بعضیا فکر میکنن روانشناسی که بخونن میان مباحثی که مثلا تو سمینارهای مثل سمینار من میشنون، مطالب انگیزشی و آموزشی و فلان و چیزای جذاب، اصلا اینطوری نیست. روانشناسی ساختارش خیلی فرق میکنه و حالا مخصوصا کشور ما که دیگه حسابی قدیمی و ضعیف و درب و داغونه عموم دانشگاه‌ها. ایشالله که من اشتباه میکنم، ولی واقعیت رو میبینیم دیگه. بنابراین این خیلی نکته مهمیه که فکر نکنیم من مثلا فلان رشته رو برم فلان جا بخونم چی میشه. فرق بین تصورم و واقعیت مهمه. کاش میذاشتن یه مدت بچه‌ها برن تو محیط دانشگاه بشینن ببینن چه خبره، آزاد میذاشتن بچه‌ها سر بزنن به دانشگاه، خیلی میتونستن بهتر تصمیم بگیرن. و اما آخرین نکته، همه میدونید من خیلی اعتراض و انتقاد دارم به سیستم آموزشی کشورمون، چه آموزش دانشگاهی چه آموزش و پرورش و مدارس. سیستم فشلیه، درسای اشتباهی میدن، سیستم ارزشیابی غلطیه، طراحی درسی، طراحی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، همشون پر از ایراد و اشکاله و اگر یه متخصص آموزشی یا آنالیز ساده بکنه متوجه میشه چه فاجعه‌ای هست سیستم تحصیلی ما. خب خیلی اینو از من میشنم، میگن خب آقا پس ما نمی بهرامپور گفته نریم درس بخونیم. من دارم میگم سیستم آموزشیمون بده، واقعا هم هست، اما من نگفتم درس نخونید. ببینید من میگم این موبایل بده، خب جای این میخوای چیکار کنی؟ این موبایل بده، جای این میخوای بری دم در خونه هر کسی که میشناسی و اونجا اپای آیفون حرفتو بهش بزنی. اگه موبایل بده، ولی تو باید از این بهترین استفاده رو ببری. بله خیلی وقتا میگیم که آقا تحصیلات خیلی میتونه بیخود باشه، قبول دارم 100%، اما خب حالا میخوای چیکار کنی؟ مثلا فکر میکنی درس نخوندن اتفاق خاصی رو رقم میزنه، شما رو تبدیل به انسان خاصی میکنه؟ خیلی میگن آقا مثلا من دیدم بچه‌ها مثلا تو دیپلم سیکل، یه بچه واقعا دوم راهنمایی میگه من سیکلمو بگیرم بس، شما خودتون گفتین آموزش پرورش به درد نمیخوره. بابا به درد نمیخوره یعنی اینکه اگه میبینی این بده، برو چیزای خوبو یاد بگیر کنارش، نه اینکه بزن زیر همه چی. اینکه نشد که بعضی میگن آقا من پدر مادرم برای من وقت نذاشتن. خب آقا تو برو مهارت‌ها رو یاد بگیر. اگر چیزی بده به این معنی نیستش که دیگه ولش کنی، برو مهارت‌هاشو به دست بیار، برو ببین چه مهارت‌هایی لازم داری، چی باید تو مدرسه یاد میگرفتی که یاد نگرفتی و اونها رو با خودت مرور کن و یاد بگیر. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، حتما پیشنهاد میکنم یک، فیلم سمینار سفرنامه سیستم‌های آموزشی 5 کشور که رایگانه رو ببینید و بعد فیلم هدفگذاری حرفه‌ای، بازم یه سمینار خیلی عالی، اینم رایگان هست. این دوتا رو خواهش میکنم مشاهده کنید. و نکته آخر، ممکنه یه نکته یه جا به یه نفر کمک کنه، لطفاً این فیلم رو به اشتراک بذارید، خیلیا بهش نیاز دارن. مطمئن باشید این حرفا حرفایی نیستن که مشاورها بگن یا تو رسانه بشنویم یا از این دست. بنابراین شاید واقعا مسیر یه نفر با این موضوع تغییر بکنه و خیلیا میدونم تشنه این حرفا هستن. پس لطفاً با به اشتراک گذاری کمک کنید که اونهایی که میخوان مسیر خودشون رو بهتر و راحت‌تر پیدا بکنن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پیروز، موفق و بیشتر از یک نفر باشید.